سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز میخوام در مورد یه سوال خیلی مهم صحبت کنم که بعضا واقعا سوال رایج و مهمی هستش، این که آقا سن کلا تو مهاجرت تحصیلی تأثیری داره یا نه؟ یعنی اگر ما بخوایم واسه مقطع ارشد یا دکترا مهاجرت کنیم، سن و سال مهمه؟ محدودیتی وجود داره یا نه؟ امروز میخوام در مورد اینا صحبت کنم، یه 3-4 تا بحث خیلی مهم رو در موردش صحبت کنم و فکر میکنم بعد از دیدن این ویدیو واقعا دیگه سوالی واسه تون باقی نمونه در مورد اینکه آقا سن تأثیری داره در مهاجرت تحصیلی یا نه. امروز میخوام در مورد اینا صحبت کنم باهاتون. خب بریم سراغ بحث اول، اونم اینه که آقا واقعا اگر شما میخوای مهاجرت تحصیلی داشته باشی تو مقطع ارشد یا دکترا، تو اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، کشورهایی که حالا مهاجر پذیرن نسبتاً، اینه حالا مثلا خود همین هلند، کانادا، آلمان، آمریکا، استرالیا، اینا رو که یه ذره اطلاعات دارم واقعا میدونم که برای مهاجرت تحصیلی واسه پذیرش تحصیلی هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. یعنی شما کمتر دانشگاهی رو ممکنه پیدا کنی که بخواد شرط سن بذاره، بگه که مثلا ما واسه سن خاصی دیگه پذیرش نداریم. نه، همچین چیزی وجود نداره. یعنی بیشتر از این که واسه شون سن و سال مهم باشه، یه سری موارد دیگه مهمه، عین اینکه مثلا شما رزومت چطوره، نمره زبانت چطوره، ریز نمراتت، توصیه نامهات و یه سری چیزای دیگه که قبلا در موردش ویدیو ضبط کردم، الان تکراریه بخوام صحبت کنم. لینکشو میذارم این گوشه صفحه، تو این علامت تعجبه کلیک کنین ویدیوشو ببینین که دیگه من تکراری اینو صحبت نکنم. ولی واقعا اون موارد واسه شون مهمتره، سن خیلی تاثیر خاصی نداره. حالا واسه اینکه اطلاعاتتون دقیق تر باشه، توصیه میکنم در مورد این کشورهایی که گفتم باز خودتون تحقیق بکنین، ولی تقریبا میتونم بهتون قول بدم که کمتر دانشگاهی رو میتونین پیدا کنین که شرط سن داشته باشه. اما در مورد هلند تقریبا مطمئنم، یعنی در مورد هلند رو میتونم با قطعیت بیشتری بهتون بگم که شرط سن اصلا مطرح نیست، یعنی شما به راحتی میتونی پذیرش بگیری و اصلا مهم نیست تو هلند. این که در مورد کشور هلند و پذیرش تحصیلی. اما بحث دیگه که مطرح میشه که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که آقا سن و سال بعضی وقتا مهمه، در دو تا مورد خیلی مهمه و باید حواستون باشه. در مورد اونا میخوام صحبت کنم. مورد اولش، اگر شما واسه دکترا میخواین اقدام کنین، مخصوصا تو کشورهایی که حالا دکترا شغل حساب میشه، این هلند که بهتون حقوق میدن و یه سری مزایا و معایب داره، شما اگر بخواین واسه این پوزیشن ها اقدام کنین، بعضی وقتا ممکنه شرط سن وجود داشته باشه. خیلی کم پیش میاد، اما ممکنه همچین شرطی وجود داشته باشه. کی؟ موقعی که شما میخوای واسه پوزیشنی اقدام کنی که نیاز به نیروی بدنی بالاتری داره، به عنوان مثال نیاز داره که شما فیلد ورک بیشتری انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی کار میدانی بیشتری انجام بدی، کارش سنگینه و اینجور وقتا ممکنه شرط سن رو بذارن، بگن آقا بالای 40 سال یا بالای 45 سال مثلا پذیرش ندارن واسه این پوزیشن. پس مورد اول شد واسه پوزیشن هایی که شغل حساب میشه و شما باید توانایی بدنی بالاتری داشته باشی. مورد دوم، وقتی که شما میخوای واسه بورسیه ها اقدام کنی، به عنوان مثال اگر بخوای واسه یه سری از بورسیه هایی که واسه مقطع ارشد وجود داره یا واسه مقطع دکترا، خیلی وقتا یه شرطی میذارن، میگن آقا سن شما بالای 40 سال نباشه و اگر مثلا سنت بالای 40 سال بود پذیرش نمیتونی بگیری واسه این بورسیه ها. و علتش هم اینه، خب خیلی وقتا با خودشون میگن آقا این بیشتر سن مفیدشو، یعنی بین 20 سال تا 45 سالشو مثلا از دست داده گذشته و الان خب شاید نتونه اون بهره‌وری بالا رو داشته باشه و به همین دلیل خیلی وقتا میگن چیکار میکنن، شرط سن رو میذارن واسه بورسیه ها. پس خلاصه تو این جور موارد، یعنی تو این دوتا مورد، شرط سن ممکنه مطرح بشه. اما آیا خیلی رایجه؟ یعنی خیلی زیاد این اتفاق میفته؟ نه، انصافا خیلی کم من دیدم همچین موردایی باشه. یعنی شاید تو این همه موقعیتایی که حالا من خودم تو دانشگاه بودم یا خیلی وقتا واسه خیلی‌ها کمکشون کردم که بخوان پذیرشی بگیرن و اینا، واقعا من ندیدم جز یک مورد یا دو مورد که واسه یه سری از بورسیه‌ها نوشته بود شرط سنی وجود داره. پس خیلی خودتون نگران این قضیه نکنین، فقط حواستون باشه که ممکنه شرط سنی مطرح باشه، اما خیلی کم این مورد پیش میاد و خودتون رو ناامید نکنین سر این قضیه. فقط موقعی که میخواین اپلای کنین، اگر پوزیشن دکترا هستش حتما تو توضیحاتش بخونین، یا اگر بورسیه ای هستش برای مقطع ارشد یا برای دکترا، حتما چک کنین که شرط سنی نوشته شده تو توضیحاتش یا نه، که الکی وقتتون رو هدر ندین بابت اون پوزیشن. اما بریم سراغ بحث سوم. بحث سوم اینه که خب حالا شما فرض کن
پذیرش تحصیل رو گرفتی دیگه. ما گفتیم از اکثر کشورهای دنیا، اکثر دانشگاه دنیا شما میتونید پذیرش تحصیلی رو بگیری و خیلی شرط سنی مطرح نیست. اما بعد از اینکه پذیرش تحصیلی رو گرفتی، شرط ویزا مطرح میشه دیگه. یعنی شما باید ویزا رو داشته باشی. پذیرش تحصیلی بدون ویزا گرفتن فایده نداره، چون نمیتونی بیای اینجا درس بخونی که اون پذیرش تحصیلیت هم از بین میره. پس بحث ویزا هم خیلی مهمه که اگر دقت کنی خیلی از مؤسسات مهاجرتی اصلا در موردش صحبت هم نمی‌کنن، یا حتی کانال‌های یوتیوب هم که خیلی از بچه‌ها هستن و میخوان در موردش صحبت کنن، فقط میگن که نه واسه پذیرش تحصیلی مشکلی نیست و شما میتونی پذیرش بگیری. اما در مورد ویزا خیلی کم صحبت میکنن که چه کشورهایی برای ویزا دادن شرط سنی مطرحه و مهمه. اما الان میخوایم در مورد همین قضیه صحبت کنیم که کدوم کشورها برای ویزا دادن شرط سنی مطرحه. اما قبل از اینکه این کشورها رو بخوایم در موردشون صحبت کنیم، اگر تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردین و واسهتون جالب بوده، ممنون میشم همین الان رو دکمه لایک کلیک کنین، چون واسه شما هیچ هزینه‌ای نداره، اما واقعا تنها راهی هستش که میتونین از این کانال حمایت کنین و باعث بشین هم من انرژی انگیزه بگیرم، همین کانال رشد کنه و پیشرفت کنه. اگر هم تا الان عضو این کانال نشدین، رون دکمه قرمز که نوشته سابسکرایب کلیک کنین، یه زنگوله هم بغلش هست، اگه بزنین لطف بزرگی من کردین. اما بریم سراغ اصل قضیه. ببین، یه سری کشورها عین کانادا، آمریکا، اینا برای ویزا دادن شرط سنی واسهشون مهمه. نمیگم که حالا اگر شما سنت بالاتر از 40 باشه، 45 باشه، بهت ویزا نمیدن. اما سختگیری بیشتری دارن. یعنی چی؟ یعنی موقعی که شما میخوای ویزا بگیری، کلی تو اون سفارت ازت سوال و جواب میکنن که واقعا انگیزت چیه با این سن میخوای بیای دکترا بخونی، یا انگیزت چیه که میخوای بیای ارشد بخونی. چون بذار این نکته رو بهتون بگم، کلا میانگین سنی کسایی که دکترا میخونن بین 26 سال تا 37 ساله. بنابراین اگر شما مثلا سنت بالای 40 سال باشه، خب واسه شون عجیبه دیگه، طرف چرا میخواد تو 40 سالگی بیاد دکترا بخونه؟ و شما باید حواستون باشه که دلایل قانع کننده ای بیارین. نمیگم بهتون ویزا نمیدن ها، اما ممکنه اگر برای سفارت آمادگی نداشته باشین، واسه این سوالا آماده نشده باشین، تو اون سوالا، تو اون مصاحبه یه سوتی بدین و کلا بهتون ویزا ندن. و باید از قبل آماده شده باشین و انگیزه خیلی بالایی داشته باشین، دلایل خیلی قانع کننده ای داشته باشین که چرا میخواین دکترا بخونین یا چرا میخواین ارشد بخونین تو این سن. پس اینو حواستون باشه که بعضی از کشورها این کانادا، آمریکا یا استرالیا، اینا ممکنه شرط سنی برای ویزا گرفتن مطرح باشه، بهتون ممکنه ویزا بدن اما سختگیری بیشتری داره. اما تو کشورهای این هلند تقریبا این قضیه متفاوته. یعنی اگر شما بتونی پذیرش بگیری از یه دانشگاهی، تقریبا ویزا گرفتنت هم 100%، یعنی احتمالش خیلی کمه که شما بخوای ریجکت بشی یا نتونی ویزا بگیری. علتش هم اینه که خود دانشگاه با اون همه اسم و رسمش، با اون همه بودجه مالی که داره، میاد اسپانسر شما میشه و به اداره مهاجرت میگه آقا ما حامی این فردیم و واسهش ویزا صادر کن اگر امکانش هست، و معمولا واسهتون ویزا صادر میشه و مشکلی وجود نداره از این نظر، که خب یکی از مزایای کشور هلند حساب میشه. و اما مورد چهارم که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که آقا کلا شما خودتون رو نگران سن و سال نکنین. یعنی من اگر جای شما بودم، اگر سنم 35 سال به بالا بود، واقعا خودم رو درگیر سن و سال نمی‌کردم. یعنی اولین کاری که انجام می‌دادم این بود که بیام رو موارد دیگه کار کنم، اگر میتونم نمره زبان بالایی بگیرم، اگر ریز نمراتمو میتونم ببرم بالاتر، معدل بالاتر بگیرم چه بهتر، اگه نمیتونم یه سری کارهای دیگه انجام بدم که رزومه‌مو تقویت کنم، بیام توصیه نامه‌های خوب بگیرم، بیام انگیزه نامه خوب بنویسم و خیلی موارد دیگه که من قبلا در موردش خب ویدیو گذاشتم، الان تکراری میشه بخوام صحبت کنم. اما اگر جای شما بودم الان خودم خیلی نگران این قضیه نمی‌کردم، به جاش میومدم اینجور مواردی که میشه تقویتش کرد رو انجام میدادم، رزومه بهتری بگیرم، شانسمو ببرم بالاتر واسه بورسیه گرفتن، واسه پذیرش گرفتن، و واسه ویزا هم سعی میکردم واقعا یه دلیل قانع کننده بیارم که چرا میخوام دکترا بخونم، که کلا مشکلی برای ویزا گرفتنم وجود نداشته باشه. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. اگر جالب بود ممنون میشم همین الان رو دکمه لایک کلیک کنین، و امیدوارم که دیگه سوال تاثیر سن در مهاجرت تحصیلی هم واسهتون برطرف شده باشه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.